عزیزمون یاد کرد از مرحوم اسکندری و یاد کردن از شهید دوران. هم میخوام بخندید هم میخوام که یه خورده حالا نشستون بشیم صبحونه میخوردیم. شهید خضرایی اومد تو با بچه شنیدید صدام حسین هم کرده بغداد دومین شهر هم دنیا سیرفه دیدیم. عباس‌دوران اینطوری اخلاقش کلن. بعد یه دفعه این هم میگو پس سرش هم یعنی خجالت میکشید. بعد دیگه این دیگه نفر اولی که میخواد بره دنبال نفر دوم بود. نفر دوم کی باشه که نباشه یه خورده از خصلت آقای محمود اسکندری بدم. محمود اسکندری فرمانده گردان ما بود، ما جفتمون توی گردان بودیم. محمود اسکندری تیپش به همه چی میخورد، به خلمان شکاری نمیخورد، یعنی شوفر بهش میخورد، برنده کامیون سامنه کن چکریم بزن میگم خلاص همش این حرفو میزن کار نداریم. بعد من با خجسته نیکوی پرواز جنگی بودیم، سعید فریدونی لیدر ما بود، سعید رو گم کردیم. ما گم کردیم اون قضیه نمیدونم پل رو شنیدید یا نه، ما رفتیم پل رو بزنیم. من دم تا اومدیم پل رو بزنیم ماشین داره رد میشه، من گفتم نزنید ماشین داره رد میشه، که اینو بعد تعریف کردم خدا رحمت کنه حضرت امام در میگم میگه خلمان ما خلمانیست که وقتی رد میشه نمیزنه. برات کار نداریم. بعد ما اینو گم کردیم، گفتیم خب حالا اون برای کرکور داشتیم برمیگشتیم لای کوه، یه دفعه دم دیگه سیستم ناوبری اکار افتاد. ناوبری یعنی چی؟ همین جی پی اسی که شما دارید. منتها اون موقع جی پی اس نبود که، اون موقع سیستم آی ان اس بود و این اکار افتاده بود. حالا چهری بریم به قولیشون فقط کامپاسمون بود، فقط ما یه قطنامه داشتیم که با اون اومدیم گم شد. من یه دفعه دیدم که دو نفر دارن با هم اون بالا صدا میکنن، آقای علی صابونچی و محمود اسکندری. گفت میزنم، گفت بزن، گفت کجاست بزنم، گفت بزن اونجای ما. شما گفت چی چرت و پرت اینا کی هم دیگه. زمان تابوت یه فیلم بود به نام سرکار استوار، آقای پرویز صیاد بازی میکرد، صمد آقا بود، انگوش میزد، گفت میزنم. این عده اونو در میوردن، دیدم اصلا این جنگ و صخریه کشیدن و این روحیه داد به من. انصافا از این رو با به اون رو شدیم. و خجسته نیکو که خدا رحمت کنه شهید بزرگوار رو که وقتی که چیز کرد کل خندید. به هر حال ما اومدیم برای سنتت اومد میشستیم کار نداریم. خجسته نیکو هم یه خورده بگمش بد نیست، خجسته نیکو شهید شد، من مسئول جمع کردن وسایل شهدا بودم. رفتم ساکشو باز کردم دیدم توش کفنه. اومدم پست فرماندهی دیدم تلفن زنگ زد، گوشی برداشتم خانومشه. گفت علی شهید شد؟ گفتم خانوم همترین. گفت شهید شد. گفتم چطور میگه؟ گفت کفنشو با خودش برد. گفتم ماجرا چیه؟ گفت دو تا ساک داشتیم این هم دیگه، علی اومده بود مرخصی رفت مشهد، رفت کفن خرید. بعد من اینو لباسش آماده کردم، گفتم علی اشتباه نکن این سکو ببری. گفت صبح که رفتم دامون سایی که توش کفنه آورده بود. و واقعا به بعضی از اینها الهام میشد. یه پروازش هم با من محمود اسکندری، این اینقدر پایین پرواز میکرد، من هی اینطوری میکردم که این باستانم احساس میکردم میستا به زمین. دیدم از شطور ما پایین تریم، از این نخلا پایین تریم. بعد گفتم این بعد هرچی هست بزن. اومد بزنه، بعد بمبا رو زد، یه دفعه جان هفتما رو بارو کرد. آقای مشریبه این بمبا کجا خورد؟ من که به اینجا هم رسته بود گفتم بذار آبا گلوم قوش بدم، تصده بودم باشه. خدا من همین طوری شد مشکل دارم، این داره میگه کجا خورد. یعنی وقتی ما از محمود اسکندری میگیم فقط میشنوید محمود اسکندری پولی رو زد که اگر زده نمیشد مأموریت حصر آبادان که هیچی آزادی خرمشهر همین رو پاترش کنده بود. شما حساب کنید من امتحان کردم، بعضی وقتا یه تیک آشغال تو ماشینه میخوام بزنم تو سطل آشغال، هر دفعه اومدم بندازم با سرعت کم افتاده بیرون. حالا دو دفعش مثلا موفق شدم. این ارزپور چقدره؟ سرعت بمباردمان ما 1100 تا 1200 کیلومتره. چجوری تونستین بزنه؟ آقای اکبر زمانی کابین عقبش هست، الان هستید و بپرسید ازش ببینی شعری شد. و این هنره که این عزیزان به هر حال به خرج دادن.